تا اینجا تقریبا حالتهای مختلفی رو با همدیگه بررسی کردیم، اما توی همون فیلم اول که داشتم مراحل رو به تو یاد میدادم، به تو اومدم گفتم که اگر پیمان 10 بود چی کار کن، اگر عدد زیر توان با پیمانت عامل مشترک نداشت روش اویلر، عامل مشترک داشت شکستن پیمانها. اما یه نکته گفتم، گفتم اگر مراحل بالا جواب نداد، یا بهتر بگیم به سختی جواب میداد، از روش توان رسانی استفاده کن. بعضی موقع ها بعضی از عددها روش اویلر زیاد روش جذابی براشون نیست، یعنی عامل مشترک نداره ولی روش اویلر زود به من کمک نمیکنه، که از روش توان رسانی استفاده میکنیم، که خوب میخوام تو این فیلم به من گوش کنی تا روش توان رسانی هم یاد بگیری. تقریبا همه نوع مثالی رو دوباره اینجا با هم دیگه حل میکنیم. دست اول نگاه کنیم، باقی مانده تقسیم عدده 3 به توان 31 منهای 9 بر 41 کدام است؟ 3 4 5 7 میگه این عدد رو به 41 تقسیم کنی باقی مانده شنده، یعنی برو تو پیمان 41 حاصلش حساب کن. خب اول عدد زیر توان رو کوچیک میکنیم که کوچیکتر از این نمیشه. نکته بعدی های پیمانه 10 نخیر. نکته بعدی میایم به میمیم عدد زیر توان و پیمانه رو حساب میکنیم نسبت به هم اولن. بله، پس خیلی خوشحال شدیم روش اویلر به انشالله که به ما کمک کنه. میگیم تو روش اویلر میگیم 3 به توان فی 41 تو پیمانه 41 یک، فی 41 چون عدد اوله میشه 40، 3 به توان 41 تو پیمانه 3 به توان 40 تو پیمانه 41 برابر 1. ولی من 3 به توان چنده میخوام؟ 31. این 3 به توان چنده؟ 40. تو اگه از این بخوای به این برسی 9 بار بعد اینو به 3 تقسیم کنی، یعنی هی 41 اضافه کنی به 3 تقسیم کنی، هی این کارو بکنی سخته، یعنی اگه بخوام از این را برم یه طولانی میشه جواب من. پس روش اویلر نمیگم جواب نمیده، طولانی میشه. میام روش توان رسانی. یعنی چی؟ من توانهای 3 رو دونه دونه تو پیمانه 41 حاصلش حساب میکنم. اول 3 به توان 2 که میشه 9 تو پیمانه 41 همون دونه، یعنی 9 به 41 تقسیم کنیم باقی ماندهش همون خود 9 میشه. 3 به توان 3 تو پیمانه 3 به توان 3 میشه 27 تو پیمانه 40 میشه خود 27. راستش چرا علامت ضرب در میزنم؟ تو انقدر به توان میرسونی تا تو پیمانه 41 به عدد 1 یا منهای 1 یا نه به 2 منهای 2 رسیدی. تو روش توان رسانی من هی میام به توان میرسونم عددم و حاصلش رو حساب میکنم تو پیمانه مورد نظرم، اگر به 1 یا منهای 1 رسیدم یا نهایتا 2 منهای 2 کمک میگیرم و مسئله رو حل میکنم. نگاه کن تا اینجا این میشه 27 جواب نمیده، 3 به توان 4 میشه 81، 81 تو پیمانه 41، یعنی 81 رو به 41 تقسیم کن، 2 تا 41 میشه 82، ازش کم کنیم باقی مانده منفی 1. این خوبه. یعنی چی خوبه؟ میگم 3 به توان 4 در پیمانه 41 منفی 1. من 3 به توان چند رو میخوام؟ 31. پس طرف اینو میام به توان 8 میرسونم، این یه به توان 8 برسه میشه 32، این هم میشه 1. طرف اینو به توان 8 رسوندم که چون 31 رو میخوام، من اینجا 32 رو سریع به دست بردم. راست یه نکته ای، من تو روش اویلر گفتم اگر مثلا 3 به توان 4 1 بشه تمام مضارب 4 هم 1ه، پس لازم بود اینجا طرف اینو به توان 8 برسونم چون تمام مضارب 4 1 میشه دیگه. ببین من گفتم اگه 3 به توان 4 1 بشه همه مضاربش هم 1ه، الان منهای 1ه، فکر نکنه همه مضاربش منهای 1 بشه، دیدی که همه مضاربش منهای 1 نشد. طرف اینو به توان 4 رسوندم، چرا؟ چون میخوام اینو بسازمش، پس بعد یه توان نزدیک اینو پیدا کنم، مضرب 4 نزدیک این 32 مضرب 4، برای اینکه این 32 بشه طرف اینو به توان 8 رسوندم. خب این شد 1. حالا من چنده میخوام؟ 31. فقط کافیه طرفین اینو به 3 تقسیم کنم. خب این که به 3 تقسیم نمیشه که، کاری نداره، یه 41 بهش اضافه میکنم میشه 42. حالا طرف اینو به 3 تقسیم میکنم، بعد طرف اینو به 3 تقسیم کنم، این میشه 3 به توان 31، این میشه چند؟ 14. یعنی 3 به توان 31 تو پیمانه 41 میشه 14. پس من به جای چند میذارم؟ 14 منهای 9 میشه چند؟ 5. پس ببینین روش اویلر نمیگم جواب نمیداد، یه ذره طولانی بود، ما آمدیم با روش توان رسانی که دوباره من اسمشو توان رسانی گذاشتم برای اینکه قشنگ بتونم اینا رو تو ذهن دسته‌بندی بکنم، از روش توان رسانی استفاده کردم، اسمشو گذاشتیم توان رسانی و جوابش به دست آوردیم 5. بازم مثال حل میکنیم. بعدی رو نگاه کن، باقی مانده تقسیم عدد 5 ضرب در 7 به توان 30 بر 43 کدام است؟ 5 21 24 30. یه عدد به من داده میگه به 43 تقسیم کنیم باقی مانده شن، یعنی تو پیمانه 43 حاصلش هست. من مشکلم با این 5 نیستش، من مشکلم با این 7 به توان 30ه، میخوام ببینم تو پیمانه 43 چند میشه.
میگم 7.43 نسبت به هم اولم. بله، پس ایشالله که روش اویلر به من جواب بده. میگم روش اویلر، اویلر میگه 7 به توان فی 43 برابر با 1. 43 چون عدد اوله، فیش یه دونه کمترش میشه. 7 به توان 42 تو پیمانه 43 1. من 7 به توان چند میخوام؟ 30. این چند شد؟ 42. خیلی سخته، خیلی طولانیه من 42 به 30 برسم، هی باید به هی به 7 تقسیم کنم. مثلا یه 42 تا از این کم کنم به 7 تقسیم کنم، دوباره عددی که به دست میاد هی 43 تا اضافه کم کنم، انقدر به 7 تقسیم کنم تا به 7 توان 30 برسیم. پس این روش یه ذره سرعتش کنده تا به جواب برسم، به دردم نمیخوره. میریم توان رسانی، کاری نداره که توانهای 7 رو به 43 تقسیم میکنیم تا به 1 منهای یک یا نهایتا دو منهای دو برسیم. بریم 7 به توان 2 49، 49 رو به 43 تقسیم کنم، باقی مانده 6، اون عددی که من میخوام نشد. 7 به توان 3 میشه 343، 343 رو به 43 تقسیم کنی، باقی مانده منهای یک. خیلی خوب شد. میگم 7 به توان 3 تو پیمانه 43 منهای یک. من 7 به توان چند نمیخوام؟ 30. پس باید طرفین رو به توان چند برسونم؟ 10. این به توان 10 برسه میشه 7 به توان 3، اینم میشه 1. یعنی 7 به توان 3 تو پیمانه 43 طبق این چیزی که اینجا به دست آوردم برابر 1 شد. پس به جاش 1 قرار میدم، پاسخ برابر 5 شد. خیلی سریعتر از اویلر داریم به جواب میرسیم برای بعضی از سوالا که ساختن اون عددن طولانیه. یکی دیگه، اگر 7 به توان 17 به علاوه آ بر عدد 57 بخش پذیر باشد، کوچکترین عدد طبیعی قابل قبول برای آ را بیابید. بچه میگه این عدد من به 57 بخش پذیره. مطمئنم از وقتی که هم نهشتی رو یاد گرفتی دیگه نمیگه اون عدد 57 کیوه، میگه تو پیمانه 57 صفره، چون همنشی خیلی به من کمک میکنه تا سریعتر باقی مانده رو به دست بیارم. پس این عدد تو پیمانه 57 صفره. حالا من باید برم حاصل 7 به توان 17 رو تو پیمانه 57 حساب کنم. وقتی میخوام برم حساب کنم، نگاه میکنم ببینم عدد زیر توان و اون پیمانم عامل مشترک داره، میبینم نه، خوشحال میشم، میگم روش اویلر احتمالاً کمکم میکنه. 7 به توان فی 57 1، 57 تجزیه کنم میشه 3 تا 19 تا. پس اینو میتونم جداش کنم، فی 3 فی 19 توی فیا کامل یاد دادم، فی 3 میشه 2، فی 19 میشه 18، تو هم ضرب بشه میشه 36. 7 به توان 36 تو پیمانه 43 1. من 7 به توان چند میخوام؟ 17. وحشتناکه. چرا؟ تو بعد از 7 به توان 36 7 به توان 17 رو بسازی. چجوری ساخته میشه؟ هی بعد تواناش کم شه. چجوری توانا کم؟ هی به 7 تقسیم شه. یعنی یه 43 تا از این کم کنی میشه منهای 42، طرفین رو به 7 تقسیم کنی. انقدر این کار تکرار کنی به 7 به توان 17 برسیم. این طولانیه، پس من از این استفاده نمی کنم. میرم توان رسانی، توانهای 7 حساب میکنم. 7 به توان 2 49، 49 رو به 57 تقسیم کنی، باقی مانده منهای 8، به درد نمیخوره. 7 به توان 3 میشه 343، 343 رو به 57 تقسیم کنی، باقی مانده 1. این خیلی خوب شد، باقی مانده این 1 عالیه. 7 به توان 3 تو پیمانه 57 1. من 7 به توان چند رو میخوام؟ 17. این چند؟ 3. عدد وقتی این ور یکه، یعنی هر عددی مضرب 3 باشه هم یکه، یعنی 7 به توان 3 تو هر پیمانه یک شه، یا هر وقت این ور سمت چپیه ببخشید سمت راستی حاصلش یک شد، سمت چپی مثلا تو پیمانه 7 به توان 3 بوده، یعنی هر ضریبی از سمت یه حاصلش یکه. پس نزدیکترین عدد 18ه که بخش نزدیک به 15، حالا فرق رو میتونی 18 بری به 7 تقسیم کنی، طرفین به توان 5 رسوندم، میام طرفین به توان 5 میرسونم، این میشه 7 به توان 15، اونم میشه 7 به توان 1. من 7 به توان چند رو میخوام؟ 17. طرفین توی یه دونه 7 به توان 2 ضرب میکنم، این میشه 7 به توان 17، این برام میشه 7 به توان 2. 7 به توان 2 هم چنده؟ 49. یعنی من به جای این چند میتونم قرار بدم 49، میندازمشون بر منهای 49، یه 57 بهش اضافه میکنم مثبت بشه، میشه 8. آ در پیمانه 57 8ه، یعنی آ 57 کا به علاوه 8ه. حالا کوچکترین عدد میخواد، کوچکترین عددت میشه چند؟ 8. من یه بار دیگه در موردش توضیح بدم، تو میتونی طرفین به توان 6 برسونی، 7 به توان 18 1 میشد، بعد طرفین رو به یه 7 تقسیم میکردی، چون این نمیشد یه 57 اضافه یا کم میکردی بعد به 7 تقسیم میکردی، یا یعنی اینکه نه طرفین رو به توان 5 رسوندم 7 به توان 15 به دست اومد، طرفین رو توی یه دونه 7 به توان 2 ضرب کردم، هر جوری که دوست داشتی. پس این روشی که ما داریم میگیم روش توان رسانیه. یه تست دیگه حل کنیم، باقی مانده تقسیم عدد.
دو به توان 26 بر 43 کدام است؟ 6 7 11 26. خب این عددو میخوام باقی مانده شو به 43 حساب کنیم تو پیمانه 43. خب گام اول عدد زیر توان کوچیک کوچیک هست، ببینیم که نسبت به هم اولا یا نه. ببینیم بله، خوشحال میشیم، بریم سراغ روش اویلر. میگیم دو به توان فی 43 تو پیمانه 43 1، فی 43 میشه 42، دو به توان 42 1 شده، ولی من چند میخوام؟ 26. دوباره افتضاحه. چرا؟ چون 42 به 26 رسیدن خیلی سخته، هی بعد اینو به دو تقسیم کنم تا به 26 برسم، چون شما همیشه با روش اویلر میساختی تابتو. پس این طولانیه، به درد نمیخوره، میریم سراغ روش توان رسانی. شروع میکنم. دو به توان دو میشه 4. 4 تو پیمانه 43 خودشه، چون تقسیم نمیشه همون 4 میرسن. دو به توان 3 8. 8 تو پیمانه 43 خودش. بعدی دو به توان 4 16. 16 تو پیمانه 43، یعنی 16 رو به 43 تقسیم کنی چون تقسیم نمیشه خودش میشه باقی مانده. دو به توان 5 32. 32 رو به 43 تقسیم کنم باقی مانده خودش. دو به توان 6 64. 64 رو به 43 تقسیم کنم باقی مانده 21 نمیشه، انقدر میرم تا باقی مانده 1 یا منهای 1 میشه. بعدی دو به توان 7 128. 128 رو به 43 تقسیم کنیم باقی مانده منهای 1. این خوبه، یعنی دو به توان 7 به 43 تقسیم شه باقی مانده منهای 1. دو به توان 7 تو پیمانه 43 منهای 1. من دو به توان چندو میخوام؟ 26. طرفین رو میام به توان 3 میرسونم، دو به توان 21 رو به دست میارم. حالا 26 رو میخوای؟ تو یه دونه دو به توانش 5 طرفین رو ضرب کن، یه دو به توان 5 ضرب کن، این بر دو به توان 26 که سوال میخواد، این بر میشه دو به توان 5. دو به توان 5 میشه 32، پس میشه منفی 32. منفی 32 یه 43 تا میریزم روش مثبت بشه، یه 43 تا بریزم 11، یعنی جواب این چنده؟ 11. بریم یکی دیگه حل کنیم. داریم با هم دیگه همه حالتهایی که در مورد روش توان رسانیه رو بررسی میکنیم. باقی مانده تقسیم عدد 5 به توان 22 منهای 22 رو بر 41 بیابید. 1 2 3 4. نگاه کنیم باقی مانده میخواد، یعنی برو تو پیمانه 41. گام اول عدد زیر توان رو کوچیک کنیم که کوچیکه. حالا ببینیم که نسبت به هم اولا یا نه. میبینیم بله، چون نسبت به هم اولا روش اویلر 5 به توان فی 41 تو پیمانه 41 1، پس 5 به توان 40 تو پیمانه 41 میشه 1. من 40 22 رو بخوام بسازم خیلی سخته، کاری نداره، میرم سراغ روش توان رسانی. میگم 5 به توان 2 25، 25 به 41 بخش پذیر نیست، پس خودشو به عنوان باقی مانده میرسم. 5 به توان 3 میشه 125، 125 رو به 41 تقسیم کنم باقی ماندهش 2 میشه. 2 هم عدد خوبیه، دیگه ادامه نمیدم. میتونی 5 به توان 4 5 بری تا به 1 برسی. ببین وقتی به 2 منهای 2 هم رسیدی اشکال نداره. من میگم 5 به توان 3 تو پیمانه 41 2. من 5 تا چند میخوام؟ 22. طرفین اول به توان 7 میرسونم که این بشه چند؟ 21، این میشه 2 به توان 7. بعد خود 128 تو پیمانه 41 چند میشه؟ 5. یعنی 128 رو به 41 تقسیم میکنم 5. پس 5 به توان 21 تو پیمانه 41 5. من 5 تا 22 رو میخوام، این طرفینش رو توی 5 ضرب میکنم، این بر میشه 5 به توان 22، اون بر میشه 25. پس من به جای این چند میذارم؟ 25 منهای 22 میشه چند؟ 3. پس گوش کنید بچه ها، همیشه شما تو روش توان رسانی اون توانی که تقسیم شد به پیمانش باقی ماندهش 1 یا منهای 1 میشده تیک میزدی. اگه توی سال 2 یا منهای 2 هم شد بد نیست، با اونم دیدیم به راحتی تونستم مسئله رو حل کنم. نوشتم به توان 7 رسوندم که نزدیک 22 بشه، که اینجا 21 شد، شد 128. 128 هم به 41 تقسیم کنی 5، با یه ضرب کردن ساده جواب به دست آوردم. بعدی رو دقت کنید. باقی مانده تقسیم عدد 3 به توان 1000 را بر 56 بیابید. 31 33 25 23. میگه 3 به توان 1000 به 56 تقسیم شه چی میشه؟ خب من میام سراغ چی؟ روش فی اویلر ببینم جواب میده یا نه، چون عدد زیر توان و 56 نسبت به هم اولا اویلر. 2 به توان فی 56 تو پیمانه 56 1. 56 میشه 7 8 8 میشه 2 به توان 3. دیگه بلدیم حاصل اینا چجوری به دست بیاریم. میشه 56 در 1 منهای برعکس 2، 1 منهای برعکس 7. حاصل میشه 2 به 3 به توان 24 تو پیمانه 56 1. تمام مضارب 24 هم پس 1 میشه. اگه مضربای 24 رو حساب کنیم به 984 میرسیم. از 984 تا 1000 خیلی راهه. بعد طرفین ضرب در 3 به توان 16 بشه که خود 3 به توان 16 رو هم بعد بریم حساب کنیم. سخت نیستا. طرفین توی یه دونه 3 به توان 16 ضرب می‌کنی. بعد 3 به توان 16 رو بعد هی بشکنیش. بنویسی 3 به توان 4 بعد 3 به توان 4 به توان 4، 3 به توان 4 81. 81 به 56 تقسیم کنی یه ذره طولانی میشه. پس من به جای اینکه از این روش استفاده کنم میرم سراغ توان رسانی.
میگن 3 به توان 2 9 9 به 56 میشه خود 9. 3 به توان 3 27 27 تو پیمانه 56 27. 3 به توان 4 81 81 رو به 56 تقسیم کنم باقی مانده 25 به درد نمیخوره. 3 به توان 5 اگه بیام تقسیم کنم 3 به توان 5 میشه 243 تو پیمانه 56 19 اینم به درد نخوره. 3 به توان 6 اگه بیا تقسیم بشه میشه 729 729 رو به 56 تقسیم کنی باقی مانده 1. خوب شد. 3 به توان 6 تو پیمانه 56 1. من 3 به توان چند رو میخوام؟ 1000. پس هر عددی که مضرب 6 باشه چیه؟ 1. من یه عدد مضرب 6 نزدیک 1000 رو میگم. هی 6 تا 6 تا که بری بالا به 3 به توان 996 میرسی، چون تمام مضرب 6 ها 1ن. 2 تا 6 تا 3 تا 6 تا 4 تا 6 تا انقدر میری تا به 996 میرسی. 996 عددیه که مضرب 6 و نزدیک به 1000. حالا طرفین فقط تو یه دونه 3 به توان 4 باید ضرب شه. این ور میشه 3 به توان 1000، اون ور میشه 81. 81 هم تو پیمانه 56 برابر با چند بود؟ 25. پس پاسخ این میشه چند؟ 25.